بینندگان شبکه جهانی کانال یک درود و وقت به خیر امروز جمعه 17 فروردین ما به این بخش خبری خوش آمدید سرخط خبرها تاخت و تاز شهرداری تهران در اماکن تاریخی و تفریحی ادامه دارد صدور مجوز ساخت بارگاه شهدای گمنام این بار در امارت تاریخی فخر و دوله. با گذاری 120 پروژه اکتشافی به روسها در آینده نزدیک معاون وزیر سمت جمهوری اسلامی میگوید هنوز قراردادی با روسها امضا نشده همزمان با سال روز جان باختن کیومرس پوراحمد خواهر این کارگردان ایرانی اعلام کرد برادرم را شکنجه کردند و پیکر بیجانش را به دار آویختند مصطفی میرسلی میگوید امروز بنزین بسیار ارزان و مفت به مردم عرضه می شود. باید گرانش کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری انتقال امید نصر آزادانی فوتبالیست زندانی به سلول انفرادی و آغاز اعتصاب غذایی با تصویب قطنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران و همچنین کمیته حقیقتی آب برای یک سال دیگر تمدید شدند این قطنامه در 55 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با 24 رأی مثبت 15 رأی ممتنع و 8 رأی منفی تصویب شد. قطعنامه تصویب شده ضمن تاکید بر بررسی دقیق موارد نقض حقوق بشر در سال 1401 به ویژه در مورد زنان و کودکان یادآور شد که به زمان بیشتری برای تکمیل وظایف این کمیته نیاز است. طبق این قطعنامه، گزارشگر ویژه دو گزارش به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه میکند و هیئت حقیقتیاب نیز گزارشی را برای نشست مارس سال آینده شورای حقوق بشر تنظیم خواهد کرد در گزارش اخیر مسئول کمیته حقیقتیاب درباره کشدار مردم ایران در انقلاب زندگی آزادی تاکید شده بود که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است بر اساس گزارش های چند رسانه بین المللی آلمان به همراه هشت کشور دیگر اتحادیه اروپا اکنون در تلاش برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران هستند گفته می شود شرکت هواپیمایی ایران ایر که به روسیه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سلاح می در کانون تحریم ها قرار دارد به ازان برخی رسانه های خارجی ایران ایر در واقع تنها یک شرکت هواپیمایی نیست بلکه ارتباط تنگاتنگی با دستیسه های تاریک رژیم آخوندها دارد. همکارم سارا بیشتر توضیح می دهد. ایران ایر شرکت هواپیمایی با نام رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که در ایران از ابتدای تأسیس با نام هما شناخته می شود. در بهار سال گذشته شمس دین فرزادی پور از افسران عالی رتبه سپاه پاسداران و باززوی برون مرزیان سپاه قدس به عنوان مدیرعامل این شرکت هواپیمایی منصوب شد فرزادی پور فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران بوده و نقش مهمی در عملیات سپاه قدس سوریه دارد بر اساس گزارش های موجود گفته می شود که او هواپیماهای ترابری ایلیوشین 76 مملو از تسلیحات را به عنوان خلبان به سوریه رسانده است در سال 2021 یکی از اعضای سابق حزب الله فاش کرد که ایران ایر و ماهان ایر از فرودگاه بیروت به عنوان مرکزی برای حمایت از حزب الله لبنان استفاده می کنند. این عضو سابق حزب الله به روزنامه عراقی المشارق گفت که حزب الله لبنان از این پروازها برای اعزام اعضای خود به ایران جهت دوره‌های آموزشی قاچاق مواد غذایی و دریافت سلاح های کالیبر کوچک و متوسط و نیز تردد مسئولان حزب الله در این کشور استفاده می کند. همچنین بر اساس گزارش روزنامه دیولت جمهوری اسلامی از ایران ایر برای انتقال پول تسلیحات و تجهیزات برای نیروهای نیابتی خود در منطقه مانند حزب الله و حوسی ها بهره می گیرد. شهرداری تهران مجوز ساخت بنایی با عنوان بارگاه شهید گمنام را در حیات امارت تاریخی فخر و دوله در تهران را صادر کرد. حسن تاجیک گزارش می‌دهد هنوز خبر ساخت مسجد در پارک قیطریه که بخشی از یک محوطه باستانی کاوش نشده نیز محسوب می شود فروکش نکرده است، که حالا خبر از ساخت مقبرهای برای شهدای گمنام در حیات امارت تاریخی فخرالدوله در تهران منتشر شده است. انتشار خبر ساخت بارگاه شهید گمنام در حیات امارت تاریخی فخرالدوله در تهران با واکنش های زیادی همراه شده و انتقادها از علیرضا زاکانی شهردار تهران برای صدور مجوز ساخت و ساز در حریم آثار باستانی شدت گرفته است. این بنای متعلق به دختر مظفرالدین شاه قاجار که به ثبت ملی رسیده است، در سال 1388 و در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف به خانه مدهان ایران واگذار شد. وبسایت دیدبان ایران در گزارشی با اشاره به جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران با هیئت رئیسه خانه مدهان در هفتم آبان 1400 می نویسد تنها پس از گذشت دو سال از آن جلسه تصاویر آجرچینی در محوطه امارت فخر و دوله شده است در این گزارش از شهرداری تهران پرسیده شده که چطور در محوطه این امارت متعلق به میراث فرهنگی اجازه ساخت و ساز داده است پیشتر وبسایت اسکان نیوز نیز در گزارشی نوشته بود ساخت بارگاه برای مزار شهید گمنام روبروی در ورودی و جلوی دید امارات فخر و دوله واقع در خیابان فخرآباد منطقه دوازده تهران دید این خانه تاریخی را کاملا می پوشانه. زمین سازی برای ساخت مقبره برای شهدای گمنام در امارت فخر و دوله به سوم شهریور سال گذشته باز میگردد. که طی مراسمی پیکر یکی از جانباختگان گمنام جنگ هشت ساله ای ایران و ایرا پس از مراسم تشییع در خانه مدهان اهل بیت به خاک سپرده شد. دفن جانباختگان جنگ هشت ساله در اماکن مختلف توسط جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی دارد. در اسفند سال 1395 دفن اجساد دو شهید گمنام در حریم تاریخی پاسارگاد نیز با انتقادهای بسیاری مواجه شد. در موارد بسیاری نیز دفن اجساد کشته شدگان جنگ هشت ساله ایران و عراق ایرا در محیطهای دانشگاهی و خوابگاههای دانشجویی اعتراضات زیادی را به همراه داشته است. جمهوری اسلامی طی دهه پس از جنگ هشت ساله از اعتبار و نام جانباختگان جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان ابزاری برای حضور و نمایش قدرت در محیطهای فرهنگی دانشگاهی تاریخی و همچنین کنترل هرچه بیشتر فضای عمومی استفاده کند حسین تاجیک خبر کانال یک کارشناسان واگذاری حجم بالایی از معادن کشور به روسها را در راستای اجرای قرارداد بیست ساله ای ایران و روسیه ارزیابی می قراردادی که شهری بر ماه 1401 رسانه های ایران پیشنویس آن را سوقات ابراهیم رئیسی از سفر روسیه قلمداد کردند. بیشتر معاون وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی از واگذاری 120 پروژه اکتشافی به روسها در آینده نزدیک خبر داده بود. جدید نیز علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین و اکتشافات مدنی کشور طی مصاحبه جدیدی که با خبر آنلاین داشته اعلام کرد با توجه به اینکه ذخایر معادن روی زمینی در کشور رو به اتمام است تفاهم نامه با روسیه منعقد شده است خبرنگار کانال 1 گزارش می‌دهد. علی رضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه معادنی که در سطح هستند به لحاظ ذخیره محدودیت هایی دارند و همانند معادنی که در عمق هستند ذخایر بسیار بزرگ ندارند اظهار کرد سن بیشتر معادن در ایران زیاد شده و ممکن است از یک مدن سی سال استخراج انجام شده باشد بنابراین زخای روزی به اتمام می رسد و ما باید مانند تمام کشورهای دیگر روی کردمان این باشد که به اکتشاف زخایر پنهانی و زخایری که در اوم وجود دارد بپردازیم. شهیدی در مورد همکاری با روزها در زمینه اکتشاف مادن در کشور گفت با همکاری ایمیدرو به صورت مشترک با روسها یک تفاهم امضا کردیم روسها در کار ژئوفیزیک هوایی دخالت نمی کنند و قرار است در تولید اطلاعات پایه نقشه های زمین شناسی نقشه های ژئوشیمی و نقشه های زمین شناسی اقتصادی در یک محدوده ای از کشور کار پیمانکاری انجام دهند و تمام اطلاعاتی که توسط روزها به دست میآید در اختیار طرف ایرانی قرار می گیرد تا اکتشافات عمومی و تفصیلی انجام شود با توجه به اینکه توضیحات بیشتری در خصوص نحوه بهرهبرداری روسا از معادن ایران ذکر نشده ابهامات و تاریکی های فراوانی در زمینه و نوع واگذاری این معدن به طرف روسی و ایرانی وجود دارد و اصلا مشخص نیست طرف روسی چه مقدار به لحاظ وزین و دلاری از این معادن بهرهبرداری خواهد کرد بیش از چهار سال از تعطیلی موزه جواهرات ملی ایران می گذارد. این موزه به همراه دیگر موزه های عمومی تهران اسفند 1398 با شروع همگیری کرونا تعطیل شد و قرار بود پس از پایان همگیری مانند دیگر موزه ها بازگشایی شود اما درهای این گنجینه پس از فروکش کردن موج همگیری کرونا همچنان به روی مردم بسته ماند اکنون با گذشت بیش از چهار سال نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت جواهرات ملی و سلطنتی ایران افزایش یافته و کنشگران میراس و فرهنگی تعطیلی طولانی گنجینه جواهرات ملی را توجیه ناپذیر میدارند شکیلا به بررسی این رویداد میپردازد وحید بهمن پژوهشگر تاریخ طی پیامی در ایکس به پیشینه تاریخی گنجینه جواهرات ملی ایران اشاره کرد و نوشت یکی از مهمترین کارهای دولت رضا شاه ملی کردن جواهرات پادشاهی ایران بود. پس از صدور فرمان رضاشاه یک تیم فرانسوی و ایرانی فهرست دقیق جواهرات پادشاهی ایران را تهیه و تنظیم کردند و آبان 1316 خورشیدی پس از تصویب قانون ملی شدن جواهرات پادشاهی ایران در مجلس شورای ملی به همراه 22 صندلی طلاکوب از کاخ گلستان به خزانه بانک ملی ایران منتقل شد. گنجینه جواهرات ملی ایران از ارزشمندترین و گرانبهاترین گنجینه های جواهرات در جهان است و آثار موجود در آن طی قرنها و از دوره های مختلف تاریخی از نادرشاه افشار تا دوران پهلوی گردآوری شدند. این گنجینه از نظر هنری، تاریخی و ارزش پولی منحصر به فرد است. به طوری که حتی زبده ترین کارشناسان جهان هم نتوانستند ارزش واقعی آن را تخمین بزنند. خزانه فعلی در سال 1339 به عنوان پشتوانه اسکناس به بانک مرکزی ایران سپرده شد. حال اما بیش از چهار سال از تعطیلی موزه جواهرات ملی ایران می گذارد. این موزه به همراه دیگر موزه های عمومی تهران اسفند 1398 با شروع همهگیری کرونا تعطیل شد و قرار بود پس از پایان همهگیری مانند دیگر موزه ها بازگشایی شود اما درهای این گنجینه پس از پروکش کردن موج همهگیری کرونا همچنان به روی مردم بسته ماند اکنون با گذشت بیش از چهار سال نگرانی ها نسبت به سرنوشت جواهرات ملی و سلطنتی ایران افزایش یافته است. و کنشگران میراث فرهنگی تعطیلی طولانی گنجینه جواهرات ملی را توجیه ناپذیر می دانند. اواخر سال گذشته خبری مبنی بر تولید گوشی های موبایل تقلبی با برند نوکیا منتشر شد. همان زمان انگشت اتهام در خصوص ساخت این مدل گوشی به سوی وزارت سمت رفت. حال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دستور ممنوعیت واردات موبایل های دکمه ای را صادر کرده است. بر مبنای مصوبات 164 این جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد. دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری، گزارشی از اجرای مصوبه در سال 1402 و برنامه های سال 1403 در خصوص اجرای مصوبه ستاد تسهیل و چگونگی تخصیص ارز و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه ای و حمایت از واحدهای تولید کننده تلفن همراه را در ستاد ارائه کند همچنین مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور نسبت به پیگیری اجرای بند دو دو مصوبات جلسه 156 ستاد تسهیل در خصوص الزام نامه گمرک به عدم جلوگیری از ورود قطعات تلفن همراه به بهانه قاعده دو بند الف اقدام کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو تهدید کرد حمایت از حمله اسرائیل به غزه را مشروط به برداشتن گام های مشخص این کشور برای محافظت از امدادگران و غیر نظامیان می کند و برای اولین بار به دنبال استفاده از کمک های آمریکا برای تاثیرگذاری بر رفتار نظامی اسرائیل است به دنبال این گفتگو دولت اسرائیل اعلام کرد چند گذرگاه مرزی را برای ارسال کمک ها به مردم غزه بازگشایی می کند. می اولین بار است که بایدن تهدید به مشروط کردن کمک های ایالات متحده به اسرائیل کرده است تحولی که می تواند پویایی جنگ تقریبا شش ماهه را تغییر دهد کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرد رئیس جمهور سراحتا اعلام کرد که سیاست آمریکا در قبال غزه با ارزیابی ما از اقدام فوری اسرائیل در قبال این اقدامات تعیین می شود کابینه جنگ اسرائیل اعلام کرد به طور موقت اجازه ارسال کمک بشردوستانه به نوار غزه از طریق گذرگاه مرزی ارز و بندر اشدود را خواهد داد اسرائیل گفته است علاوه بر دو گذرگاه مرزی امکان افزایش کمک های بشردوستانه اردن از طریق معبر کرم ابو سالم در جنوب را خواهد داد روز چهارشنبه 15 فروردین 1403 علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات کشوری و نظامی باز هم دستور سرکوب زنان را صادر نمود او اعلام کرد که حجاب اسلامی هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی اجباری است و هدف مخالفت زنان را بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از انقلاب تاغوت اعلام نمود چون استنباط می شود که موضوع اصلی سخنان ارتجایی علی خامنه ای قبل از آنکه حجاب اجباری باشد بهانه است برای دور کردن اذهان از, از مجموعه موزلاتی که جمهوری اسلامی با آنها مواجه است خبرنگار کالال یک توضیح می داد. سران و مسئولان جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای هرگاه در مخمسه گرفتار می شوند برای به انحراف کشاندن افکار عمومی موضوع دیگری را عمده می کنند. تا ناتوانی حکومت را از پاسخگویی به موزل فراروی خود از دیده ها پنهان نگه دارند. اکنون نیز پس از شکست فاهش در انتخابات و روگردانی گسترده مردم از صندوقهای رای و در پی گسترش نافرمانی میلیونی زنان مبارز کشورمان از تن دادن به هجاب اجباری که به خصوص پس از جنبش انقلابی زن زندگی و آزادی همگیر شده و درست چند روز پس از حمله دولت جنگ طلب اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و ترورهای زنجیری فرماندهان سپاه قدس به جای پاسخ دادن به اینکه نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان و عراق چه می کنند تیغ روی زنان کشیده و فرمان به سرکوب آنان را صادر می کنند. سردمداران رژیم می دانند که دیری سیاست هجاب اجباری در پهنه جامعه با شکست روبرو شده و طرحهای آنان از هجاب و افاف گرفته تا استقرار هجابان روی دستشان مانده است. سخنان خامنه هرچند تیغ به دست زنگی مست می دهد و ممکن است در این شهر و آن محل فشار و سرکوب را تشدید کند اما بدون تردید با مقاومت زنان و با پشتیبانی گسترده مردان این موج نیز از سر خواهد گذشت. چنین به نظر می رسد که حکومت امروز ناتوان تر از آن است که بخواهد و بتواند طرح هجاب اجباری را در ابعاد کل کشور چون سالهای پیش عملی سازد چرا که بدون شک تهاجم جدید به زنان هم با مقاومت عمومی مردم روبرو شده به شکست کشانده می شود. شماره اعدام ها در سال 2023 بالاترین رقم ثبت شده از سال 2015 است و نشان دهنده افزایش 48 درصدی نسبت به سال 2022 و افزایش 172 درصدی نسبت به سال 2021 است. روند کشتار در ایران در سال 2024 ادامه یافته و تا 20 مارس سال میلادی جاری دست کم 95 مورد اعدام ثبت شده است. سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارش خود در خصوص وضعیت وخیم اعدام در ایران با تاکید بر اینکه مقامات ایران در چارچوب یک اقدام سازماندهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کردهاند تاکید کرد برای توقف روند وحشت دا که افزایش شمار اعدام ها که زندان های ایران را در سال 2023 به مکان برای کشتار دست جمعی تبدیل کرد اقدام فوری بین المللی ضرور است. در گزارش تازه اف بینالملل با عنوان نگذارید ما را بکشند بحران اعدامهای بیامان در ایران از زمان خیزش سال 1401 نشان می دهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت پوچالی خود در پی خیزش زن زندگی آزادی از شهریور تا دیمای 401 را تشدید کردند. اف بینومنل در گزارش تحقیقاتی خود با هشدار اینکه زندانهای ایران به مکانهایی برای کشتار دست جمعی تبدیل شده در بخشی از گزارش خود عنوان می کند شمار اعدامها در سال 2023 بالاترین رقم ثبت شده از سال 2015 است و نشان افزایش 48 درصدی نسبت به سال 2022 و افزایش 172 درصدی نسبت به سال 2021 است. روند کشتار در ایران در سال 2024 ادامه یافته و تا 20 مارس سال میلادی جاری دست کم 95 نفر اعدام شدند. دایانا تهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در اف بینالملل با بیان که سال گذشته شاهد موجی از اعدامها بودیم که معترضان کاربران شبکه های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین برمونلی حقوق بشر محافظت می شوند با اتهاماتی مانند توهین به پیامبر و ارتداد و همچنین اتهامات مبهم همچون محاربه و یا افساد فل ارز هدف قرار گرفتند. مترزان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شدند زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازماندهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت در میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کردند بدون واکنش جهانی قاطع مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می کنند تا با مسئولیت کامل از مجازات هزاران نفر دیگر را در سالهای آینده اعدام کنند به گفته وی یافته های تکاندنده در مورد حمله مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات بر ضرورت فشار جامعه برمونالی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدام ها تأکید می کند. همزمان با سال روز جان باختن کیومرس پوراحمد خواهر او توران پوراحمد در کامنتی زیر روایت سپهر رکویی یکی از زندانیان قیام ژینا درباره نحوه کشته شدن حمیدرضا روحی در صفحه خانه سینما در اینستاگرام نوشت برادر من پاش به جای گیر نکرد ولی اول شکنجهش کردند و بعد جسد بی جان را به آویختند کیومرس پوراحمد 16 فروردین 1402 جان باخت مقام های رسمی گفتند که او خود را حلقاویز کرده بود تصویری هم از پیکر حلقاویز شده او در شبکه های اجتماعی منتشر شد در این تصویر علائم خونمردگی روی دستان پوراحمد قابل مشاهده است در سالهای اخیر نام این کارگردان پای بسیاری از بیانه های اعتراضی هنرمندان سینما دیده می شد از جمله اعتراض به جان باختن بکتاش آپتین نویسنده زندانی سرکوب مردم معترض خوزستان در تابستان 1400 اعتراض به امضای سند همکاری ایران و چین اعتراض به سانسور ادبیات و سینما و اعتراض به زندانی کردن فعالان محیط زیست. پوراحمد همچنین جزو تحریم کنندگان جشنواره حکومتی فیلم فجر در پاسخ به سرکوب خونین قیام مردم ایران بود. او یکی از مهمترین فیلم سازان نسل پس از انقلاب 1357 بود. دولت مردای ما رو این دولت مردای فاسد ببین همشون سراپات کسافتن برای اینکه هی باید پنهان کنن اون سه تا زن رو فران حقوق از چاپیده اونجا فران فران علی معلم نداشت هیچ کنیم این ها نداشت بس همین جسور بود از نظر شما باید چی کار کنیم که هنرمندامون وقتی که زندن به قول شما اون ارج و غرب رو حفظ کنه ببین تو نظامی که با هنر اصلا ذاتن ذاتن دشمنی داره خصومت داره که نمیشه همین که هست همینی که هست هیچ کاری هیچ کاری هست این این نظام ذاتاً با هنر و هنرمند اصلا نه سر سازگاری نداره حالا آره کتاب شعر موسیقی سینما تئاتر نداره اصولاً مصطفی میرسلیم با اشاره به اینکه اصل پرداخت یارانه برای کمک به دهک های آسیب پذیر و فراهم کردن موجبات عدالت اجتماعی پسندیده و حتی واجب است اظهار کرد در حال حاضر منابع این یارانه ها طبق قانون هدفمندی ناشی از درآمد حاصل از فروش سوخت است که به دلیل عدم اجرای کامل قانون هدفمندی و افزایش کمک های نقدی صندوق یارانه با کسری جدید مواجه شده است میرسلیم نماینده مجلس که تا چند ماه آینده روزهای حضورش در پارلمان به پایان میرسد تاکید دارد نقشه دشمن بعد از پیروزی انقلاب برای نزدیک نمودن کشور به فروپاشی اقتصادی در جهت منافع دشمن با موفقیت پیش رفته است به دایوه وی نفتی و گازی به قیمت ارزان و بسیار ارزان در داخل کشور معامله می شود و این مزیتی شده برای صنایعی که از تامین یا خرید مواد اولیه نفت خام و گاز ارزان توانسته اند به سودهای سرشاری دست یابند همچنین سوخت ارز شده به مردم به کمترین قیمت است و می بایست قیمت بنزین غیر ای به قیمت واردات افزایش یابد و بدین ترتیب مدیریت مصرف شود این دوازده، آمار ابتلا به دیابت در کشور هر سال به طرز چشمگیری در حال افزایش است و در حال حاضر حدود 30 درصد ایرانی ها به یکی از انواع دیابت مبتلا هستند این را رئیس انجمن دیابت ایران میگوید و اضافه می کند حتی سن دیابت در کشور ما آمده پایین و به دوره دبیرستان و راهنمایی رسیده است در واقع هر چقدر فشار روی مردم بیشتر شود آمار ابتلا به دیابت هم بالاتر می رود. بیش از 8 میلیون نفر در ایران به دیابت مبتلا هستند که خیلی از آنها از بیماری خود خبر ندارند. سالانه حدود 50 هزار مورد مرگ ناشی از دیابت در ایران رخ می دهد و پیش بینی ها می گویند آمار ابتلا تا سال 2030 میلادی افزایش چشمگیرتری خواهد داشت. نکته مهم و نگران کننده درباره دیابت در کشور این است که پرمصرفترین داروها در کشور داروهای بیماران دیابتی هستند. این خبری است که معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران روز گذشته اعلام کرد. دکتر شکور امیدی رئیس انجمن دیابت ایران در این زمینه میگوید عوامل متعددی مانند ژنتیک، چاقی، تغذیه، عدم تحرک و سبک زندگی در ابتلا به دیابت مؤثرند اما مهمترین آنها استرس است از 8.5 میلیون نفر فرد مبتلا به دیابت در ایران 10 درصد یعنی حدود 850 هزار نفر دیابت نوع یک دارند و بقیه به دیابت نوع دو مبتلا هستند. دکتر امیدی تاکید می کند که دیابت نوع دو را با ورزش، تغذیه درست اصلاح سبک زندگی و غیره میتوان کنترل کرد. برخلاف دیابت نوع یک که تا پایان عمر با فرد همراه است. حتی دیابت نوع دو را با کمک و تلفیق طب سنتی و طب کلاسیک میتوان کنترل کرد. در طب سنتی ترکیباتی وجود دارد که میتواند دیابت فرد را کنترل کند. مثلا مصرف دو بار در هفته خورش بامیه یا بعضی از داروهای گیاهی به اندازه متفورمین می تواند قند خون فرد دیابتی را کنترل کند. با توجه به اینکه دیابت شایع ترین علت کوری قطع عضو پیوند کلیه و نارسایی کلیه ناتوانی جنسی و طلاق است و نکته مهمتر اینکه بیشترین ارتباط را با تقضیه دارد رئیس انجمن دیابت ایران تاکید می کند که همه افراد باید حداقل سالی یک بار برای آزمایش خون مراجعه کنند. در ادامه با اخبار ورزشی همراه میشیم با همکارم علی رزا. امیر نصر آزادانی در پی انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا صفحه شخصی این زندانی سیاسی در این استاگرام اعلام کرد که امروز 16 فروردین آقای آزادانی با دستور وزارت اطلاعات به دلیل فعالیت صفحات مجازی این زندانی و انتشار پیامی از او به بیرون از زندان به سلول انفرادی منتقل شده و او در اعتراض به این عمل دست به اعتصاب قضا زده است. امیر رضا نصر آزادانی متولد 1374 است پرورشی یافته در آکادمی سپاهان اصفهان که با پیراهن تیم‌های راهن و تراکتور در لیگ برتر ایران بازی کرده است او در سال منتهی به بازداشت عضو باشگاه ایران جوان بوشهر بود امیر نصر آزادانی فوتبالیست ایرانی است که به 16 سال حبس برای معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت محکوم است اعلام ناگهانی مصدومیت مچ دست دروازبان تیم ملی ایران با طرح ابهاماتی از سوی رسانه ها مواجه شده است کادر پزشکی پرسپولیس اعلام کرد او در تیم ملی مصدوم شده که تاکسی به دپارتمان پزشکی تیم ملی را در پی داشت تصاویر اردوی تیم ملی نشان میدهد او بدون مصدومیت درون دروازه به تمرینات جدی مشغول است بهزاد داداش زاده پیش پرسپولیس به خبر ورزشی گفت کاملا مشخص است که این وسط یک چیزی از ما پنهان می شود با این رفتارها چه چیزی را می خواهید ثابت کنید یک بار برای همیشه صداقت پیشه کنید و بگویید چه اتفاقی افتاده ملی پوش اسبق ایران گفت اگر خود به ایرانوند در تعطیلات مرتکب کاری شده که مصدوم شود این را بگویید چه ایرادی دارد خیلی از فوتبالیست ها در تعطیلات کنار خانواده برایشان مشکلی به وجود آمده فوتبالیست حرفه‌ای باید مراقب خودش باشد اما نمیتوان جلوی حوادث غیر مترقبه را گرفت آخرین بررسی های پزشکی نشان میدهد مچ دست راست علیرضا بیرانوند دچار شکستگی نشده است و بر اساس تشخیص پزشکان بیرانوند می تواند سه هفته دیگر برای پرسپولیس بازی کند فولاد سیرجان ایرانیان در اولین بازی از فینال لیگ برتر والیبال در رقابتی مهیج و پرافت و توانست شهداب یزد را سه بر دو مغلوب کند در حالی که فولاد دو بر صفر پیش بود شهداب دو ست بعدی را با درخشش سعید جواهری برد تا بازی به ست سرنوشتساز پنجم بکشد در این ست هم شهداب تا آستانه پیروزی پیش رفت اما در نهایت 16 بر 14 باخت فولادی ها بر سر مربیگری بهروز عطایی که در دو بازی مرحله مقدماتی از صد شهداب گذشته بودند باز هم مقابل رقیب یزدیشان بیشکست ماندند این تیم با عبور از پیکان به فینال رسیده پنجمین بار است که عطایی فینال لیگ را تجربه می کند او دو قهرمانی با کاله آمل را در کارنامه دارد فولاد سیرجان اینک با نفراتی نظیر محمد تاهر وادی، محمد موسوی، پوریا حسین خانزاده، شهروز همایون فرمنه، سیامک مرندی و مشتبا میرزا جانپور در آستانه قهرمانی ایستاده. سامران کریمی جوان مستعد و توانای کردستانی موفق شد در مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی جوانان ایران با غلبه بر حریفان خود عنوان نخست را کسب کند. سامران با این قهرمانی ثابت کرد بسیار توانمند است و روزهای درخشان تری را برای خود رقم خواهد زد مربیگری این نوجوان را متین لطفالله نسبی از قهرمانان تنیس روی میز بر عهده داشت و در پایان برنامه همراه نگاه دوربین شما بینندگان عزیز می شویم. با سپاس از شما که بیننده ی این بخش خبری بودید. گزارش های خودتون رو می توانید از طریق واتساپ به شماره که در تصویر مشاهده می کنید برای ما ارسال کنید. همچنین از طریق پلتفرم های اجتماعی در اینستاگرام و یوتیوب چنل وان تیوی همزمان می توانید برنامه های ما رو دنبال کنید تا بخش بعدی بدرود. سرd ر شاید براتون جالب باشه که بگم بعد از اخراج ما قضیه همونجا تموم نشد و ما الان با یه خسارت 600 میلیونی یعنی نفر 300 میلیون مواجه هستیم که باید فریم به دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش پرداخت کنیم و توی این روزهایی که حقوقی دریافت نمیکنیم و نزدیک عروسیمون هم هست خب شرایط خیلی سختی رو میزدیم و جالبه تو این دو سالی که ما کار کردیم هیچ موقع اینقدر درآمد نداشتیم و حتی اگه شش سال دیگه هم کار کنیم باز هم درآمد رو نداریم خواستانه تشکر کنم که توی این سن ما رو با این مشکلات روبرو کردیم، چون بعد از گذشتن از این شرایط ما قطعا آدم های قدیتری